سلام دوستان، با یکی دیگه از برنامه های تاپ 10 ما در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از برنامه میخواییم درباره طالبینی با هم صحبت کنیم. با ما همراه باشید تا ببینیم که آیا این کار صحت و واقعیت داره و اینکه تاریخچه اون به کجا برمیگرده. امیدواریم که از دیدن این برنامه لذت ببرید و با نظرات خوبتون از ما حمایت کنید. قبل از هر چیز اگر هنوز ما رو دنبال نکردید حتما ما رو دنبال کنید تا از دیدن بقیه برنامه های ما بی نصیب نمونید. همونطور که می دونید امروز بسیاری از انسان ها به سمت طالبینی در زمینه های مختلف مثل ماه تولد، شخصیت شناسی و ازدواج روی آوردند. به نظر شما طالبینی حقیقت داره و می تونه حقایقی رو برای انسان فاش کنه یا اینکه صرفا خرافاته؟ طالبینی علم یا خرافات؟ اینها سوالاتی هستند که در ذهن بسیاری از افراد علاقمند به فال شکل گرفته. همونطور که میدونیم فال و طالبینی از دیرباز و نسل‌های خیلی دور رایج بوده، چنانچه هزاران سال پیش این پدیده برای مردم از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار بود. اما با این تفاوت که در اون زمان طالبینی و پیشگویی ها بر اساس فرایندهای آسمانی و چگونگی قرارگیری نقوش در آسمان ها و ستارگان انجام می شد. به عنوان مثال مصریان از زمان خیلی قدیم رابطه قابل اعتمادی بین پدیده های آسمانی و فرایندهای زمینی پیدا کرده بودند. این طور بود که طالبینی به وجود اومد. شبه علمی که در اون انسان بر اساس وضعیت ستاره ها به ظاهر می تونه آینده رو پیش بینی کنه. در واقع طالبینی به روش‌های گفته میشه که برخی باور دارن به یاری اونها میشه از آینده و سرنوشت هر کس آگاه شد. علم اخترگویی یا طالبینی یعنی تعبیر و تفسیر آینده با توجه به وضعیت ستاره ها و علم اخترشناسی یعنی پژوهش علمی ستاره ها و علم کائنات. امروزه طالبینی یا ستاره خوانی مورد تایید مجامع علمی نیست و بسیاری از مردم همون رو خرافات و موهوم پرستی می دونن. طالبینی رو میشه زیر مجموعه ستاره بینی دونست که معمولاً با توجه به تطبیق وضعیت سماوی با تولد فرد مربوط میشه. تاریخچه طالبینی هزاران سال پیش در آسمان شب برای مردم نسبت به امروز اهمیت بسیار بیشتری داشت. اونها نقوش در هم و بر هم ستاره ها رو به عنوان تصویری از جهان زمینی میپنداشتند. همچنین نام اشیا، قهرمانان افسانه‌ای و بیشتر از هر چیز جانوران مورد علاقه‌شون رو به این نقوش آسمانی میدادند. اونها در گروه معینی از ستاره ها درخشش نقش سور، حوت و جدی و بسیاری از صورت‌های دیگر رو میدیدند. علاوه بر اینها فرایندهایی که در آسمان نقش می گرفتند قبل از هر چیز توجه اونها رو جلب می کردند. اونها مشاهده می کردند که ماه چطور به طور منظم و به تناوب تغییر شکل می ده. همچنین دریافتند که تعدادی از ستاره های درخشان متفاوت از اغلب ستارگان حرکت می کنند و اونها رو ستاره های مهاجر یا سیاره نامیدند. اونچه که ما امروز به عنوان طالبینی یا اخترگویی یا علم ستاره خونی میشناسیم و بر حسب اون عمل میکنیم ریشه تاریخیش به راهبان بابلی در دوران باستان برمیگرده. امروز هم به وضوح شاهد پیگیری بسیاری از افراد برای فال و طالبینی هستیم که مشتاق به دونستن پیشامدهای آینده خودشون هستند. اما در این بین سوالات زیادی در این رابطه در ذهن برخی ها شکل گرفته که آیا فال فقط یک سرگرمیه؟ یا علم یا خرافات؟ چرا بعضی ها به طالبینی اعتقاد ویژه دارن؟ یکی از علل رواج طالبینی و فالگیری در عصر حاضر اینه که انسان امروزی نسبت به انسانهای دوران گذشته تنبلتر شده. یکی دیگه از این علل احساس تنهاییه که گریبان قسمت عمده ای از مردم روی زمین رو گرفته و یکی دیگه از این عوامل تلقینه. تنهایی، ناراحتی خیال، توانایی نداشتن در ایجاد رابطه با دیگران، نیاز به پیشرفت و موفقیت در کار یا مسائل عشقی و عاطفی باعث میشه گاهی افراد تحصیل کرده و روشن فکر هم تحت القاعات دیگران دست به دامان این مسائل بشن. در واقع به همون نسبت که مشکلات فردی و اجتماعی انسان زیاد شده، به همون نسبت هم از میزان وقت و صبر او کم شده
و میخواد به هر نحوی که شده راه حلی برای مشکلاتش پیدا کنه. طالع‌بینی در زمان گذشته به عنوان علمی غیر قابل انکار وجود داشت و این علم شاخه های مختلفی مثل تعبیر خواب و پیشگویی آینده جهان رو در بر میگرفت. همونطور که در داستانهایی به نقل از قرآن و احادیث اومده، پادشاهان یک عصر توسط ستاره شناسان دربار از نابودی حکومتشون اطلاع پیدا می کردن. مثل تولد حضرت موسی که فرعون بعد از شنیدن این پیشگویی دستور داد تمام کودکان پسر رو بکشن. همینطور منجمان در مورد ولادت پیامبران دیگر هم پیشگویی های دقیقی داشتند که به هیچ عنوان نمیشه نقصی در اونها پیدا کرد یا این حقایق رو زیر سوال برد. از حدود 2000 سال پیش ستاره خوان‌ها یا طالع‌گویان به تعبیر و تفسیر آینده مردم عادی هم پرداختند. اونها برای این کار آنچه را که اصطلاحاً طالع نما نامیده میشه و در اون وضعیت سیاره ها در لحظه تولد شخص کشیده شده را تهیه میکنند. یکی از طالع‌بینان معروف قدیمی به نام کلادیوس بطلمیوس که در مصر زندگی می کرد، در سال 150 میلادی آگاهی های طالع‌شناسی زمان خودش رو در کتابی به نام تترابیبلوس گردآوری و منتشر کرد که طالع‌بینی یا اخترگویی امروز هم بر اساس و مبنای همین کتابه. چه زمان می تونیم از طالع‌بینی استفاده کنیم؟ نکته مهم در مورد طالع‌بینی و فال اینه که هنگام فال گرفتن میتونیم بفهمیم چیزی رو که در ذهن داریم قابل اجراست یا خیر و اگر طالع ما بد بود چه کنیم. بسیاری از افراد وقتی طالعشون بد میاد از خواستشون منصرف میشن. مثلا اگر برای قبولی در کنکور نیت میکنن و بد میاد، اون وقت میگن پس درس خوندن دیگه بیفایده است، چون رد شدن خودشون رو حتمی میدونن. اما باید باور داشته باشیم که طالع‌بینی تقدیر ما نیست و وقتی بد شد باید خوشحال باشیم که از ناخودآگاهمون باخبر شدیم و فهمیدیم آرزوی ما با باورهای درونیمون در تضادند.